بچه خالت؟ بله بابا جان. کجا هستی بچم؟ اینجا هستم بابا جان. اینجا 20 دفعه گفتمت که وقت بیرون میرفتی آینکای تا بپوش. بچه تا خواه کجا هستی؟ من یک ساعت از را صدا میکنم اون توتانی و بیار جان پدر. اینجا هستم بابا جان. اینه خواه اونجا بشم. من تو را گفتم که مو آینکام یک دفعه بشه خواه اینک از پیری و زهیریز بشم نمیبینم. امی آینکای من نششتی گفتی باش خواهون میایم. بابا جان آینکام ششته میشه؟ خیلی دلتاست که قطعتف هم باشه بکه مانیکم بکش آینکای تا امرای دامنکت پاکش که پس بپوشش بچه خیلی میتو چی به دردم میخوری آینکای من که تا نشوی تفزانی من نشوی کالای من نشوی خیلی چی به دردم سبر بابا جان صدا میکنم که تفزانی تا برات بیارم صدا نکو بچه تا تفزانی من خودت بخی بیارم امنی همیشه که من صدا میکنم جان پدر بخی بیارم میگوی پدر پدر من در فیسبوک مصرف هستم در کامپیوتر مصرف هستم من ایران هستم که امی تو چرا قم بشه هستی که چه احترام ما را نداری احترام مادر تا نداری جان پدر من احترام تو را دارم بابا جان خب عصر تکنولوژی از ما مجبور هستیم که در فیسبوک و در اینستاگرام و در شبکه های اجتماعی مصروف باشیم بشیم خود دین شب ساعت یک و نیم بجام برا من هم میگم باش که بشیم برمی پشک پشته بگم دیدم که در فیسبوک مصروف هستی در یک و نیم بجام شب چه میکنی بشیم در فیسبوک پدر جان من در فیسبوک برنامه خود سعی میکنم برنامه دیگران را تعقیب میکنم یاد میگیرم میاموزم حالا فیسبوک خود تنها هر کسی که مصروف بود به این معنی نیست که راه های غلط را تعقیب میکنه بچه و میم راه غلط راه خوبش را چک کنم حالا می بیبی تا خبر داری که مردنه خدا ببخشیش خدا ببخشیش خیلی خوب آدم بود چک کنیم گفت خوبش دیگه به هر حال بچه بابا جان چوری را پرسان که دینه که احترام نکدی بیبی سخت قد بشی من رو خاطر بفتم ما احترام نکردم. خیلی تاخ ما احترام نکردم. شریک زندگی خودت بود. از خودت ناراض بود. خودت احترام نکردیش که بیچاره فوت کرد. خب بشه من بنده که میتونستم احترام شکردم. نقش تو زیاد از بابا جان. من خو نواسیش بودم. تو خو شوهرش بودی. خب بشه من درست که تو کارای سقل انجام ندی زکت کرد. من خو سورای سقل کارای خلاف انجام ندادی. و جان بدن. انترسی بابا جان. ملامتی که سر خودت شد برف با متوازمی سر من اندازی. ما برف بچه بچه امسال برف نباریده که سر بام تو برف پرده در آینده قرار از بباره بابا جان بچه ام تو احترام نمی کنی من رفت و مام خودم میکشتم زیر مبتر میدم چه شد مبتر بیا تو مرا بزانه و مبتر کنیم بچه ام نماسه ام جلو نه خواهش میکنم خواهش میکنم بابا جان سلامت باشین تشکر سلام صبح شما بخیر خیلی به برنامه خوش آمدین عید قربان آمد و باز آم قربان چم خاله جان عید قربان آمد و باز آمد قربان چوام همچو اسماعیل به فرمان خدا رامد شوم هر کسی دوز دارد میدهد قربانیش دوز دارم که قربانی چوام سلام صبح خودت بخیر خالد جان سلام خدمت همکارای عزیز سلام خدمت تمام انسان و روزمین که برنامه رو بیننده هستن تابان جان اید کجا شعر و گپ تو کجا تو راست بعضی وقتا همه چیز محال نیست که مثلی که یک کسی احترام نمی کنه تو توقع داشته باشه احترام کنه هر روزی که ما شما خوش هستیم هر روزی که احترام دقیقا. کردیم هر روزی که قدر یک دیگر فهمیده می دست به نظر من دقیقا امروز خیلی سرتی دست که به برنامه ما آمدی و اینجا یک تمثیل هم داشتیم آجان برای من روزی دست به خاطر هر روز تمثیل می کنیم دقیقا مرا خیلی اجازه بده که امروز هموطنان عزیز ما همچنان سلام علیکم خواهش میکنم بیاد سلامت صاحب کامرا بعدن با صحبت ادامه می دیم درست است هموطنان عزیز سلام دارم خدمت شما امیدوار هستم که خوب صحتمند باشین و صبح شد با محتوای روز سه شنبه در خدمت شما هستیم پس از همه شما میخواییم که تا پایان بیننده برنامه گلبانگ باشین قسمی که دوستان عزیز شما در تصویر تماشا کردین خوشبختانه که کمدین مشهور دانشتابان با ما در برنامه هستن که ایشان مشخصا مشهور به چارلی افغانستان هستن که امروز قرار صحبت داشته باشیم مرتبط به احترام قبل از همه سلام صبحشان بخیر البته سلام علیکی کردیم میریم مستقیما روی موضوع تابان جان خودت میشه که در مورد احترام صحبت داشته باشی به ما یک مقدمه یک تصویری بدی بسیار تشکر بسیار موضوع جالبی را و بسیار موضوع اساسی را انتخاب کردی خب بعضی دوستا بعضی فکر میکنن که احترام کردن یعنی من نیاز است که من باید دستای تو را ببوسم نیاز است که من باید به تو که میتوستاتم شدیم استا چم مگر خوب کردی من باید
فقط عموم برمی سرتاپا در خدمت تو باشم. احترام کردن ببینید تنها احترام به این نیست که ما باید ما غلام یک نفر شیم. احترام کردن میتونه با یک سلام باشه، احترام کردن میتونه با یک گلاس آب دادن باشه به همکارت، به رفیقت، به دوستت و یا تنها همکار و دوست نیه، حتی میتونه یک انسان بیگانه‌ام باشه. یک کسی که احترام میکنه باش که قسم بگم، کسی که احترام میکنه نه نیاز پولی داره، نه نیاز معنوی داره، نه نیاز هیچ چیز نداره که به تو احترام میکنه. انسانیت به خاطر خودش میکنه. یک جمله از میگو ریپکس در ریپکس، احترام کنی تا احترام شوی. دقیق. چی فرق میکنه که تو 50 ساله باشی، چی فرق میکنه 20 ساله باشی، چی فرق میکنه که 32 ساله باشی مثل خالد جان؟ خواهش میکنم بابان جان، من نیستم 30 ساله. 32. سلامت باشی دانش جان. میشه در مورد احترام بگی که چی نقشه در زندگی فردی و اجتماعی انسان بازی میکنه؟ بسیار تشکر. احترام کردن عزیز، هر چقدر که ما احترام قائل میشیم اما قدر خود ما یک جایگاه خاص پیدا میکنیم. دقیقاً. اما قدر مثلا من میگم خاله جان چیل داری تو خودت دلت یک عشق میای، یک محبت میای که تام دانش جان بگی. اگه من بگم خالد، تو میگی دانش، یک مسئله اکتنگ میشه، مسئله چیزی مثلا که تو اکشن میکنی سر من سر تو. وقتی احترام کردی مثلا پیغمبر علیه السلام گفت که بر خردا شفقت، بر کلانا احترام. بخاطر چی؟ او خردا از شما یاد بگیرم. مثلا ما متاسفانه ما سوء استفاده میکنیم، به خردا احترام نداریم و از کلانا توقع داریم که دوستای ما را ببوسن. متوجه هستی که چه میگم؟ تو بر طفلت یاد نمیتی که بچیم ای بیادرت هست، ای بابیت هست، ای بیبیت هست، ای امیت هست، ای خالیت هست. تو منتظر هستی که بچه بیاد دستای تو را مچی کنه. متوجه هستی؟ دست تو را بچه ایت اش وقت نمی کنه بچه. میفهمی چرا؟ تا روزی که برش بفهمنی که بچه تو دست پدر کلانت هم بپرس، دست مادر کلانت هم احترام برشان بگو. بعضی وقتا که میگم دست پدر کلانت هم بپرس به این معنی نیست که تو باید همیشه برو دستی را فقط تنهایی باشه که تو یکم فرهنگ پچ پچ دست شما چیکو پرق پرق برو. احترام کردن از قلب میشه که واقعا یک آدم دوست داشته باشی. امیال یه تو نفرا رو من میشناسم به خدا خیلی احترام داره به نواسیش، نواسی جان نفسش است. او تو نفرا رو میشناسم که نواسیش تک تک کنه بازم دلش اخ نمیکنه. دانش جان میشه که تفاوت بین احترام و ترس اشاره داشته باشی؟ بخاطر که بعضی ها به یک عقیده غلط دارن. وقتی فردی رو میبینه که به فرد دیگه احترام میگذارن، بزرگا میگن که تو چاپلوسی میکنی یا تملق میکنی یا میترسی از پیشش. یک عقیده غلطه چگونه میتونیم که برداریم؟ ببینیم خاله جان، بسیار سوالای خیلی جالب جالبی هست. من امروز نمیفهم دوستا ان شاءالله که صدای من رقم کمی خسته کن و رچه داشین. نه خواهش میکنم، یعنی کمی که گل سو بس تا وقتی گرم پر انرژی هستی برای تا وقتی که ماشینا گرم میاد بخیر بشه. خاله جان ببینی، یک کسی که احترام میکنه فرق نمیکنه که تنها مردا احترام کنه تنها زنها. دقیقاً. بعضی وقتا فکر میکنیم که زنها احترام میکنن، میگیم والا یا میترسن شاورشان با سیاست است، ولی در اصل سیاست وجود نداره عزیزم. تو یک مرد هستی و یک زن هست، تو رام خداوند دست کرده و رام خداوند دست کرده. فقط یه است که او احترام داره و میخواد جایگاه خدا پیدا بکنه. کسی که احترام میکنه، مثلا خاله جان تو پولدار هستی، خانه‌دار هستی، آلگاه داری، موتر داری، بالگاه داری، گفتم اون نفر رو گذاشته، کل چیز داری، گپت به گل قربانه. من نگفتی خدا فعل زبانت کنه. تشکر عزیزم. وقتی که تو همه چیز داری، من یک کسی هستم که تقریبا ناتوان هستم. ناتوان که میگیم دوستا ببینیم، ناتوانی به این معنا نیست که من آن خوردن ندارم ناتوان هستم، به این معنا نیست که من خانه یک دانش 8 منزله ندارم من ناتوان هستم، به این معنا نیست که من هیچ چیز ندارم. خداوند کل ما را هست کرده. کسی که داره فقط زحمت زیاف کشیده، من به این باور هستم. کسی که نداره یک کمک یا زمانش کم است که مثلا سنن خورده است، چون کمی زمان نیاز داره. دقیقاً. وعده خداوند است، میگه هر کسی که تلاش بکنه به اندازه تلاشش برش پاداش مد نظر گرفته. دقیقاً. مطمئنن هر کسی که تلاش بکنه هیچ وقت تلاشش بی پاداش نمیمونه. قربانت. این باید ایمان داشته باشیم. طبعاً. خب کسی که احترام میکنه به هیچ وجه فکر نکنیم اون چاپلوسی میکنه. دقیقاً. من این یالا بعضی وقتا تعریف خدا نمیکنم، خدای ناخواسته خود تعریفی نشه. چند روز پیش از یک جاده تیر میشدم، یک دونه دخترک دیر شد، 12 ساله 13 ساله بود، من طرف فانتون میرم، من از یکی از یکی رسیدم، من سلام دادم براش. این دختره خنده کرده رفت. یعنی به یک چیزی تو جالب تمام شد که یعنی یک کسی که قد قوافیه یک کتی ریش برود برای من سلام میده. عموم نیت من چیز که میخوام چیزی را بگویم چیز ما عموما فقط گفتم توقع داریم که خردا بر ما احترام کنه، ولی اجبه خود ما اقدام نکردیم که احترام یک کسی را بکنیم.
دانش جان، همه تو تلقین شده، تلقین شده به کلکامت گفته شده که باید به کلانا احترام داشته باشین و اصلا این گفته نشده که برعکسش هم ممکن هست و برعکسش هم خیلی احسن و خیلی خوب هست که کلان بیا و خود شفقت داشته باشه. بله. یا سلامی بده، سلامی که گپی نداره. بله. از برعکس سلامتی هست. بله و هیچ چیزی از ما کم نمیشه، هیچ چیز کم نمیشه. بله. بعضی نفرها خالص جون اگه سوال نداشته باشی، بعضی نفرها مثلا در یک جوکی، در یک موقف، در یک مقام میرسن، خب میگو اگه مثلا ما به بیادرم بگم سلام بیادر، چی حال داره، خوب هستی، یا از جون بخیزم بغل کشی کنم، از من یک دفعه یک چیزی کم نشه، نگویم فلانی سو خیز بعد مقابل پدرش یا در مقابل بیادرش. خاطر چی؟ خاطر چوکی. این چوکی ها مال دولت است. دقیقا. دانش جان، خودت که مشهور به چارلی افغانستان هستی، ما میخواییم یک پرسش که در ذهن ما هست ایره میخواییم از پرسان بکنم که جان. چی باعث شد که خودت کرکتر چارلی را به خود انتخاب بکنی؟ بسیار تشکر. کرکتر چارلی، چارلی یک مکتب است. ایره گفتیم به دوستا و به برنامه های مختلف. چارلی سیسپینر چابلین یکی از کسایی است که با گفتی اکثر عام میگن که کافر است، هر چی که است، ولی من میگم انسانیتی که داره، احترامی که داره، باور بکنی از صد دانه مسلمان کده بالا هست. باورت نشه؟ من کرکتر باش که سوال اصلی شما رو جواب بدم، کال سوال نیم کرده نمونه. چارلی را که از وقت انتخاب کردیم، چارلی صدها دانه سوژی که نمیتونستیم برسه پیام به او میرسه. مثلا با رفتار، با حرکات، با میمیک چهره. بعضی نفرها فکر میکنن تنم آساچوب است و کت یک دانه کلا. کلا و آساچوبش یک سمبول است. از کلا و آساچوب شما هیچ وقت پیام نگیری. رفتاری که چارلی سیسپینر چابلین داشت، مثلا چندین فیلم ها، برنامه ها، ولی امکانات به من و به چارلی سابقه فرق میکنه، به خاطر کجا امکانات شان باز بود، امکانات کمک بسته هست، ولی من بستگی رو زیاد پکن نمیزنم. برنامه های چارلی، چارلی یکی از کسایی است که شاید به بسیار عام، یعنی کسایی که درک نمیکنه، میگو ای چیرش خندیست. یکی از دوستا آجیسای با من از یک دکان داره، خب برای من میگه دانش، گفتم چی؟ میگه تیس سه خیزنگ میزنی و تو ماش میدن. متوجه شده؟ یعنی چارلی را اگه واقعا درک بکنیم، حرکت شد، سلام شد، پیام شد، میفهمیم که انسان یادیم. دانش جان، به دید انسان بستگی داره. انسانی که به هر دیده که طرف هر فیلم، هر تمثیل تماشا بکنم، مطمئنه که همون برداشت نمی داشته باشه. اگه ما به دیدی که یک چند دقیقه سات متشاه تماشاش بکنیم، مطمئنه که رشخند فکر میکنیم طبعا. چارلی را. و برعکس اگه فکر بکنیم که یک پیامی باید دریافت بکنیم، مطمئنه که پیام دریافت میکنیم. موضوع ما که در مورد احترام است، ما میخواهیم که رفتار هموطنان ما را از زبان خودت بشنویم که با خودت وقتی در بیرون امروی تو روبرو میشن و خودت هم میبینن چگونه هست؟ راضی هستی یا خیر؟ بسیار تشکر. یکی از سوال های خیلی جالب مده، یکی از برنامه ها به خدا من عشقای مجاری شد. باور بکنیم احترام، من از کسی توقع ندارم که برای من احترام کنه که دستای من ببوسه. احترام بکنی که به اندازه. ولی جالبی چی است که دبیرو انسانایی هستن، انسانای بزرگواری هستن، انسانایی هستن که دید خیلی بزرگی دارن و احترام انسانگونه دارن. من از کسی توقع ندارم که بیاد دستای من ببوسه. خیلی رفاقت، خیلی شفقت، مهربانی خودشان نشان میده. ولی متاسفانه اکثرا کسایی هستن که اتا داغ داغ شدیم برات بگم چی بگم. ولی باز من چی میگم؟ میگم اگه احترام کردی خانه تا بود، اگه نکردی اون خانه تا بود. اول صبح از داغای دلت نگو بابا. نه من خاطر من بکن نزدم، اگه نه یک خاطره جالب تمش نیم، بعد دن باز پیامو تمش نیم، باز خودزی میکنیم. خوب است خاطره جالب ایزم هر روز به من خاطره جالب از یک خاطره جالب جالب خاطره جالب خاطره جالب میگم بیا یک فکایی بگم برتان، چه خاطره بر من همیشه خاطره بوده. خود مختار هستین، بفرمایید. خب بسیار تشکر. یک دونه نفر نزدیک اعدام برده بودن، نخواستن که دامش بکنم. قاضی درخور گفت او بچه کدام حرف پیامی نداری؟ بندان آخرین گپای این نفر درخور گفت استاد میخوایم اون بچه گر که خواده یک دفعه ببینم. قاضی گفت خب بتال به تو اون بچه رو که ببینم. این نفر درخور شد قاضی سوی من از آرسی نکدیم. یعنی میخواست که آرسی هم بکنه، بعدا باز دام شد، باز ببینه. خب برام بره. جالب. سلامت باشی، تشکر. خیلی خوشحال شدم که به برنامه تشریف آوردی. با خودت یک مصاحبه خیلی جالب داشتیم. مطمئنن که هموطنان عزیزمون که بیننده ما خودت بودن حتما لذت بردن. میشه که پیام خودت هم داشته باشی. قربانت عزیز، سلامت باشی. تشکر از خودت، تشکر از همکارای تکنیکی، تشکر از بانو واحدی، تشکر از تمام دوستا که لطف کردن چهره را پذیرفتن بعد از چقدر بودا، و همچنان از خودت تشکر کرد.
واقعا تعامل کردی، چهره مقبول یا چهره بدرنگ بود. پیام عزیزم، اولین حرف ما آخرین حرف ما اولین حرف ماست، به خاطر حرف ما خلاصی نداره. تنها من عموم احترام بکنی، یک مرحله بلند میری احترام کنی، دو مرحله بلند میری احترام کنی، بازم مرحله تان بزرگتر و شما شخصیت تر شده میری. اگه شما فکر میکنی که پول به شما شخصیت میره و احترام بر شما میاره، هرگز تو فکر نکنی که پول به هیچ کسی احترام ناورده، به هیچ کسی مقام ناورده، شخصیت ناورده. رفاقت داشته باشه، شفقت داشته باشه و اگه تا میتونی چین یک سر سوزانم همکاری باشه باشی، فرق نمیکنه که حتما باید قوم خیش تماشه یک کسی که ولو با یک دانه، با یک لقمه نانت، یک دانه خو خیلی زیاف است، با یک لقمه نانت تا میفهمی که سیر میکنه، یک لقمه را کت شریک و احترام برش داشته باش، باور به خدا داشته باش که این کسی که احترام کردی برات احترام نمیکنه، صدها نفر دیگه که هیچ میشناسی به خدا در یک جوی همکاری میکنن برات احترام برات میکنن که خودت تو ایران میمونی که این نفر از کجا پیدا شد، فرشته نجات که میگن اما تو میشه برات. سلامت باشی، تشکر از اینکه به برنامه ما تشریف آوردی، ان شاء الله که در تمام عرصه های زندگی موفق باشی و همچنان شگوفایی و بالندگیت روز افزون بود. قربانت عزیز، بسیار تشکر. خب هموطنان عزیز، چقدر خوب است که ما در زندگی خود احترام داشته باشیم. قسمی که دانش جان عزیز اشاره کرد که احترام بکنین تا احترام شوین، مطمئنا وقتی که ما احترام داشته باشیم حتما مورد احترام قرار میگیریم. خب دوستان عزیز، میان برنامه کوتاه می داشته باشیم، در ادامه برنامه گلبانگ و شما هموطنان عزیز. یک سلام و صبح بخیری دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و سپاسگزار هستم از خالد جان که بخش برنامه خود تقدیم شما خوبان کردن. حالا در بخش خود قرار دارم با مهمان عزیز ما ادیبه امیری، فعال اجتماعی هستند که با اینا صحبت های می داشته باشیم. سلام و صبحتان بخیر، خوش آمدین. شکر، سلامت باشین. سلام، صبح بخیری خدمت شما و همه بیننده های عزیز که فعلا ما رو تماشا میکنن از طریق پرده تلویزیون یک. خدا کنه که یک بامداد خوب و خوش را آغاز کرده باشین. آها، زنده و سلامت باشین. خیلی خوشحال شدیم که به برنامه اومدین. امروز موضوعی که انتخاب کردیم میخوایم که برای شما هم بگوییم یا امرتون شریک بسازیم، فرهنگ چی است، میخوایم که روی از این صحبت های داشته باشیم. در نخست یک تعریف از شما بشنویم. بسیار یک موضوع خوب، خوب میشه که درباره فرهنگ بگویم. از جمله مجموعه ویژگی های مشترک می باشه که ای به از گروه از انسان ها تعلق می گیرن و از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می کنه و امی فرهنگ است که یعنی بیشتر چون اگر همبستگی و مشترکن ایر ما پیش نبریم، پس نمی تانیم که فرهنگ خود بیشتر یعنی تبارز بدیم، پس به او دلیل تمامش بر می خوره به امی که ما فرهنگ خود یعنی طور نرمال منظم پیش ببریم و به نسل های آینده همچنان ایر انتقال. بله، سلامت باشین. چه یک تعریف زیبا. چرا حفظ فرهنگ و هویت ملی در کشور اهمیت داره یا رول داره؟ میشه که در این مورد صحبت های داشته باشیم. خب هر کشور که هستن از خود فرهنگ و هویت خاص دارن، پس هر کس مطابق به مو فرهنگش، هویت و رسم و رواجی که دارن میخوان پیش برن. پس امی بخصوص جامعه خود ما که هستن از خود یک فرهنگی که دارن همیشه وقت مردم از او استفاده میکنن، ما میتونیم یادآور شیم از دو ایدی که داریم، یعنی ای از جمله فرهنگ و رسم رواج ما هسته که ما میتونیم ای را همیشه وقت پابرجا بانیم و عظمی استفاده کنیم و ما نمیشه که از فرهنگ های مختلف از کشورهای مختلف استفاده کنیم، چون هر کشور از خود فرهنگ رسم رواج خود دارن که میتونن از فرهنگ رسم رواج خود استفاده کنن و ای را حفظش کنن. آها، تا بتانن امیره به نسل بعدی خود انتقال بتن و خود این امی فرهنگ است افراد به هم نزدیک می سازن و همبستگی شانه تمام شانه به هم نزدیک می سازن. پس ای که چیز خوب است که ما می تانیم که ایره حفظش کنیم و به نسل بعدی خود انتقال بتیم. سلامت باشین. از دید شما آموزش و پرورش در حفظ فرهنگ چی نقش می تانه داشته باشه؟
خب آموزش و پرورش میتونه که ایده بیشتر توسعه ببخشه. بس ما میتونیم که از طریق آموزش و پرورش، چون آموزش دانش آموزان که هسته، ما میتونیم از این طریق بیشتر بر نسلهای بعدی بفهمانیم و یا ای که درباره ازی برشان بگویم که نسل از گذشته ها امی فرهنگی که بر ما گذاشته شده، ما میتونیم ایده از طریق، بعضها قدر آگاهی ندارن، میتونیم از طریق رسانه ها و همچنان از طریق آموزش بیشتر بر از اونا بفهمانیم و ایره برشان یادآور شویم، تا ای که ای همیشه وقت یعنی توسعه پیدا کنه و ای که باعث جلوگیری از این صورت بگیره، یعنی ای از بین نره، بیشتر بتانیم که ایره افزود بسازیم و یعنی نقش مهم را آموزش داره که ما میتونیم که از طریق آموزش بیشتر امی صدای خود یا امی درباره رسم و رواج و فرهنگ خود بیشتر برشان بفهمانیم. بله زنده و سلامت باشین. و همچنان نقش خانواده ها در انتقال فرهنگ و هویت ملی به نسل آینده چگونه میتونه باشه؟ خانواده ها خیلی یک نقش مهم و کلیدی را دارن و اینا میتونن از طریق داستانگویی و همچنان خانواده ها کسانی هستن که البته نسل امروزی یا چه هر نسل که باشن، بازم یک کمک بسیار خوب است. خانواده ها یک نقش دارن که میتونن برای نسل های آینده و یا به نسل فعلی که هستن اینا داستان بگوین، اما فرهنگ و کلتور، فرهنگ افغانی خود ما که هسته یا مو هویت که ما داریم، پس این خانواده ها نقششان می است که میتونن برشان بفهمانن و بگوین که فرهنگ ما از کجا شروع شد و به کجا، یعنی تا فعلا هم که جریان داره، تمامش برمیخوره به خانواده ها که میتونن برشان یادآوری کنن، امیره به شکل داستان برشان بگویه و ایره یک ذهنیت سازی بسازن، تا این که بتونن دوباره هم از این فرهنگ خود استفاده کنیم و را حفظش کنیم و آینده ها همچنان به نسل بعدی خود انتقال بدیم. بله و گفته شما یعنی از آوان کودکی باید برشان فهمانده شود، مثل یک داستان بله برشان قصه شود در مورد فرهنگ خود ما شما، تا بیشتر معلوماتشون بله معلوماتشون بیشتر شود، زمانی که بزرگ میشه اما قدر و عزت و فرهنگ خودشان رو بفهمه و برشان اهمیت بدن. یک تعداد هستن از جوانایی که وقت فارغ از وطن خودشان میشن به کشورهای خارجی میرن، فرهنگ و هویت خودشان رو فراموش میکنن. در این مورد گفتنی شما چیست؟ خب بعضی ها هستن که گفتم فرهنگ و هویت خود که فراموش کنن، یعنی که ما از امو هویت خود که استفاده میکنیم یا از هویت خود که پیش میریم، پس معلوم دار است که فرهنگ ما، کلتور ما به شکلی است که ما از امو ابتدا از یعنی ما مسلمان هستیم، از هویت خود استفاده میکنیم، از فرهنگ خود استفاده میکنیم. ولی اگر فرهنگ و هویت خود از بین ببریم، بریم به یک جای دیگه که مثلا اونا یک فرهنگ مختلف دارن که هیچ اصلا یعنی خوب کاملا جدید می باشه، کاملا جدید می باشه و برخلاف فرهنگ رسم و رواج خود ما می باشه. اولیشی که ما عموم قدر عزت احترام که می داشته باشیم در مقابل اطرافیان خود، پس او را یعنی از بین می بریم. چرا بعضی ها هستن که از فرهنگ و رسم رواج استفاده می کنن که گفتم برخلاف فرهنگ خود ما می باشه، پس به این خاطر بر خودشان هم خوب نیسته که از فرهنگ های دیگه استفاده می کنن، از خودشان فراموش می کنن، چون هر فرهنگ ما که از مطابق و با مو رسم رواج کلتور و ام اسلامی است، ام خانوادگی است که ما می تانیم. این برای ما بسیار خوب است و کسایی که بخصوص جوانان که ایره فراموش میکنن، پس ما میتونیم که از طریق آموزش، بعضها خیلی دور میمانن از این که بیشتر معلومات پیدا کنن درباره فرهنگ و رسم و رواجشان، پس ما میتونیم از طریق آموزش، از طریق رسانه ها و امی پروگرام های فرهنگی که داریم، پس ما میتونیم از این طریق برای اونا دوباره پس ایره یادآور شویم، تا این که حداقل اگر نسبتا یک اندازه از فرهنگ خود دور باشن، پس ما میتونیم از طریق رسانه ها و بعض موضوعات دیگه که کردیم دوباره میتونیم که فرهنگ خود تبارز بدیم و دوباره پس بر از اینا یادآور شویم. سلامت باشین. از دید شما چگونه میتونیم فرهنگ خود ما را جهانی بسازیم؟ خب ما میتونیم که فرهنگ خود تا زمانی که ما همبستگی نداشته باشیم، خود ما مشترکاً از فرهنگ خود استفاده نکنیم و فرهنگ خود پیش نبریم، پس نمیتونیم این جهانی بسازیم. پس اگر خود ما همدست شویم، با همبستگی بتونیم که فرهنگ خود پیش ببریم و این از طریق رسانه ها دوباره پخش کنیم، از طریق برنامه های فرهنگی که ما میتونیم جشنواره ها برگزار کنیم و از طریق
طریق آموزش که ما دوباره پس بر نسل بعدی خود آموزش بتیم تا که بتانیم این راه های مختلف است که ما میتونیم این دوباره پس جهانی بسازیم. پس با او خاطر اگر ما خود ما باز هم اشاره کنیم که ما خود ما او را تطبیق نکنیم، یک همبستگی نداشته باشیم، پس نمیتونیم که کار کنیم. پس چندین روش را که اشاره کردم ما میتونیم از اون طریق بیشتر این جهانی بسازیم و نسل های بعدی ما از این استفاده کنند. آها، زنده و سلامت باشین. یکی از فرهنگ های وطن زیبای ما شما که خیلی شما هم زیاد دوست دارین، میشه برای ما نام بگیرین که کدام است؟ از جمله فرهنگایی که هستن، خیلی ها به این نظر هستن که سال نو یا تجلیل از روز نوروز که هستن، یعنی داره. میگن که نباید تجلیل شود، چون بعضی ها میگن از علمای دین شنیدیم تجلیل کردنش داره. گناه هست. اما تا جایی که ما میبینیم امو تهیه کردن هفت سین است یا روز سال نو که هسته، هیچ این فرهنگی که ما داریم، من خیلی دوست دارم روز سال نو و یکی از رسم و رواج های افغانستان است که ما تا جایی که تحقیق کردیم هیچ کشور نبوده که به شکل افغانستان تجلیل کنن، چون یک سال است که گذشت، تجلیل از سال است که گذشت، پس میتونن که سال جدید خود آغاز کنن و یه هفت سین تیار کردن یا میلی سمنک که میباشه و بیرون رفتن بعضی ها هستن از طبقه زکور گودی پران بازی یا این چیزایی هستن که این مربوط به رسم و رواج فرهنگ ما میشن. پس من این را زیاد خیلی دوست دارم سال نو، یعنی از هر دو هیت کردم، من زیاد سال نو دوست دارم. پس همیشه وقت که دیدی ایتو یک رسم رواج کشورهای دیگه ندارن، بخصوص کشورهای که مخالف دین اسلام باشه، که ما بگوییم ما تقلید از اونا میکنیم. پس ما جشن نوروز یا سال نو خیلی دوست دارین. از سمنک یاد کردین، من هم علاقمند سمنک خیلی زیاد هستم و زیاد دوست دارم، همچنان یکی از فرهنگایی که زیاد دوست دارم. در روزهای عید گودی پران بازی، حنا ماندن و پوشیدن لباس گند افغانی، واقعا ما شما فرهنگای خیلی زیبا دارین و به گفته شما در هیچ جای از این کره خاکی فکر نکنم همچو فرهنگای داشته باشن. و حالا ما شما شاهد هستیم که کم کم کپی شده میره و یاد گرفته میرن، به نظر شما درست است؟ ما بعض وقت که میبینم واقعا افتخار میکنم، بخصوص به این لباس افغانی خودم که خیلی در کشورهای خارجی مروج شدن، یعنی امی خود لباس افغانی که از هویت ما را نشان میده و تا جایی که میبینم این بیشتر هم میشه و ندیدیم که کسی بگه یک لباس افغانی یا مودش رفت یا یک چیز است که هیچ خوشایند نیست. هر طبقه را که ببینی، هر کشور را که ببینی و هر نسل که باشه، خیلی علاقه مندی نشان میدن به این و ما شخص خیلی دوستش دارم و گفته خودتان که ای بیشتر در هر قسمت علاقمند خاصش پیدا میکنن. پس ای چیزایی هستن که واقعا بر ما افتخار آور است و ما خیلی دوستش دارم. بله، واقعا بر ما هم افتخار است که از لباسهای ملی ما شما دیگر کشورها استفاده میکنن و از اینجا به خیلی بشوق استفاده میکنن. بله، میخواین و استفاده میکنن بشوق و همچنان بعضی از مراسمی که ما شما داریم از او هم استفاده میکنن، چون واقعا که لباسهای ما شما، لباسهای افغانی ما شما زیباست و حق به جانب هم هستن دیگه، باید استفاده بکنن. زنده و سلام سلامت باشین دیبا جان عزیز، خیلی خوشحال شدیم که امروز شما رو در برنامه داشتیم و یادی از فرهنگ ما کردیم. سلامت اگر باشین. پیامی داشته باشین، حرفی داشته باشین، پس کامره در خدمتتان رو میروانیم. خب، حرف و پیام ما بر آن ده عزیزان و دوستای ما که در خارج از کشور بسر میبرن، کوشش کنن که فرهنگ و هویت ملی خود حفظ کنن و بتونن که در خارج از کشور ایره، یعنی پیشرفت بتن، رونق ببخشن، نه ای که از کشورهای خارجی از فرهنگش استفاده کنن. و بخصوص کسایی که در جامعه فعلی هستن، میتونن که اینجا ما تا زمانی که همدست نشیم نمیتونیم از هر طریق، از هر راه و روشی که پیش بریم، نمیتونیم فرهنگ خود از این بیشتر بسازیم. پس باید همبستگی داشته باشیم تا یکی که مطابق به فرهنگ، رسم و رواج خود پیش ببریم و بتونیم این را حفظش کنیم. جهان، سپاس از شما، خیلی پیام عالی، ممنون. سلامت باشین. سپاسگزار هستم. گران دوستان، تاسو نه هم یو نړۍ مننه کوم چې تر دې دمه پورې له موږ سره وای او زموږ د خبرونې برخه مو ولیدې. لاړ به شو لنډه دمه بره واخلو او بیرته به راګرځو له خالد جان سره. سي
بله دوستان عزیز، در ادامه برنامه گلبانگ با شما هستیم. شما را خوش آمد میگم باز هم و سپاسمندتان هستم که تا این دم بیننده برنامه خودتان برنامه گلبانگ هستیم. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه همچنان ما مهماندار هستم که خوشبختانه پژوهشگر مطالعات اسلامی جناب اسدالله سعید با ما در برنامه هستند که قرار است دوستان عزیز صحبت داشته باشیم مرتبط به مثبت اندیشی از دیدگاه اسلام. که قبل از همه سلام و صبحشان بخیر. سلام سعید صاحب، خیلی خوش آمدین به برنامه. صبح شما بخیر. و علیکم سلام و رحمت الله. صبح شما بخیر. صبح پر از خیر و برکت برتون تمنا دارم. قربان شما، سلامت باشین. دوست دارم بپرسم که صبح شما چگونه آغاز کردین؟ الحمدلله فضل خداوند، با یاد خدا آغاز کردیم و خداوند تمام روز ما شما را پر از برکت داشته باشه. بسیار خوب. ورزش میکنین جناب استاد؟ بله من کم کم ورزش میکنم. کم کم یعنی در تقسیمات روزمره‌تون به دائم؟ من به صورت منظم فوتبال بازی میکنم. بسیار. به صورت منظم میتونم بگم که یک آماتور خوب هستم، فوتبالیست آماتور نسبتا خوب، و در پهلوی از او برخی حرکات ورزشی که من صبحکی اگر نتونم فوتبال بازی بکنم بازو رو در خانه اجرا میکنم. عالی است، عالی است. دوست دارم که از شما یک معرفت حاصل بکنم و یک معرفت داشته باشم. اسدالله سعید هستم، اصلا ما از ولایت وردک هستیم، در اونجا به دنیا آمدم و نظر به علاقمندی که به علوم شرعی دارم به خاطر تخصص خود هم در لسانس و هم در ماستری شرعیات را انتخاب کردیم. لسانس و ماستری هر دو در فقه و قانون دارم و در پهلوی ازی بعض وقتا نوشته میکنیم. الحمدلله یک اثر از ما چاپ شده، یک اثر هم آماده چاپ هست و کتاب را هم از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کردیم. خیلی خرسند هستم که امروز شما مصاحبه داریم جناب. سلامت باشین. تشکر. قربان شما. خب میپردازیم به پرسش‌های برنامه. چگونه میتوانیم که مفهوم مثبت اندیشی را از دیدگاه اسلام تعریف بکنیم؟ همچنان بگوین که مثبت اندیشی چه اهمیتی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حبیبی صاحب، مثبت اندیشی در حقیقت تمرکز سر خوبی‌ها در هر نوع شرایط است. اگر هر نوع شرایط باشه، چه چالش ها باشه، مشکلات باشه، فقر باشه، تنگدستی باشه، اگر در چنین وضعیت خدای نکرده کسی قرار گرفت، حال تمرکز خود سر خوبی ها بکنه، این در حقیقت به نحوی مثبت اندیشی است. چگونه می توانیم از وضعیت نامطلوب فعلی به وضعیت مطلوب خود را برسانیم؟ چگونه بتوانیم در دل چالش ها فرصت ها را پیدا بکنیم؟ چگونه می توانیم برای مشکلاتی که ما با او مواجه هستیم راه حل های را پیدا بکنیم؟ این در حقیقت یک نوع ذهنیت است، یک طرز دید است، یک نوع نگرش است که ما را میتونه از وضعیت نامطلوب، وضعیتی که مطابق میل ما نیست و وضعیتی که ما میخواهیم خود را برسانیم. در حقیقت امی مثبت اندیشی هست و به خاطر اهمیتش امی قدر کفایت میکنه که این نه تنها در حالت فردی و یک شخص حائز اهمیت است، بلکه سرنوشت ملت ها میتونه به مثبت اندیشی گیری خورده باشه. وقتی ما راجع به سطح فردی صحبت میکنیم، مثبت اندیشی میتونه سر روان انسان تاثیر بکنه و هم میتونه که سر فیزیک، امو حالت و بدن و جسمی که انسان داره میتونه تاثیر بکنه. اگر ما مثبت اندیشی نداشته باشیم، در مقابلش چی چیز ما رو میگیره؟ یا استرس میگیره، یا استراب میگیره، یا افسردگی میگیره، انواع مختلفی از مشکلات روانی میتونه انسان رو بگیره. خب اگر همین مشکلات بیاید به سراغ انسان و مبتلا به انواع مختلفی از مشکلات روانی شوه، برعکس او مثبت اندیشی نداشته باشه، این را طب هم ثابت کرده، تحقیقات معاصر هم ثابت کرده که انسان هم از لحاظ روحی افسرده میشه، از لحاظ روحی مریض میشه و هم سر فیزیک و بدن و جسم از او تاثیر میندازه. این در حیث فردی هست، ولی وقتی ما راجع به حیث بزرگ صحبت میکنیم، حتی سر ملت ها تاثیر میکنه. چرا برخی ملت ها عقب مانده هستند؟ چرا برخی ملت ها پس مانده هستند؟ چگونه میتونیم از فقر، از جهل، از بی‌علمی، بی‌دانشی، انواع مختلف مشکلات فرهنگی و اقتصادی اگر وجود داشته باشه، جامعه را و کشور را و ملت را و امت خود را ما بسازیم؟ اینجاست که نخستین نقطه‌ای را که متفکران معاصر مسلمان سر از او انگشت می‌گذاره، بحث مثبت اندیشی هست. باید اینمی طرز دید را در خود زنده بکنیم که مثل که دیگه ملت‌ها تانستن، یک، مثل که دیگه شخصیت‌ها تانستن، ما هم می‌توانیم تغییر بیاریم در زندگی خود ما، در زندگی جامعه خود، در زندگی ملت خود. و شعرا و عرفا هم به این مسئله بسیار پرداختن. حافظ میگه که یوسف گم گشته باز آید بکن آن غم مخور. خودش مثبت اندیشی را در ما زنده میکنه. یکی از متفکران معاصر مسلمان علامه اقبال لاهوری، او هم به اردو یک شعر بسیار جالبی داره که میگه شما
ما مسلمان ها اگر بخوایم وضعیت فعلی خود را بسازیم، دنیا و آخرت خود را خوب بکنیم، باید خودی را در خود زنده بکنیم. خودی اونمو مثبت اندیشی است که ما اعتماد به نفس داشته باشیم و میتونیم که خود را بسازیم. یک بیت بسیار جالبی دارد دوست دارم اینجا با شما هم شریک بکنم. میگه که حضور حق اسرافیل نمیری شکایت کی، یه بنده وقت سه پهل قیامت کرنده برپا. یک تشبیه جالب شاعرانه دارم که شاید قبل از وقت اینقدر ما تلاش بکنیم که قیامت برپا بکنیم، هدف از قیامت یعنی تغییر بیاریم در وضعیت خود ما، در وضعیت جامعه خود، در وضعیت کشور خود، این همش به کمک مثبت اندیشی میشه. بله جناب استاد، چی آیات و چی آیاتی وجود داره، چی احادیثی وجود داره که ما را تشویق میکنه یا یک نگاهی به ما میده یا ما را خوشبینانه تشویق میکنه به اینکه ما مثبت اندیش باشیم در زندگی خود؟ قرآن کریم کتاب هدایت است و هر آن چیزی که به بشر مسیر هدایت را باز بکنه اونم را بر راهنمایی میکنه. یکی از عواملی که میتونه انسان را از مسیر هدایت دور بکنه یأس است و ناامیدی هست و تلقین روحیه شکست در انسان و بشر هست. به همین خاطر قرآن کریم در جاهای مختلف گویا به ما درس امید را میده، گویا به ما درس مثبت اندیشی را میده. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما سست نشوید. بعضی انسان ها دیده باشن غفلت میکنن، متزلزل هستند، متذبذب هستند، سست هستند در زندگی خود، بسیار متو با متانت با تمکین به برنامه زندگی خود رسیدگی کرده نمیتونه. قرآن میگه که ولا تهینو، شما سست نشوید، ولا تحزنو، شما غمگین هم نباشید. انسانی که غمگین است او هیچ وقت مثبت اندیش بوده نمیتونه، او هیچ وقت نسبت به آینده روشن و نسبت به یک آینده که مملو از خوبی ها باشه فکر کرده نمیتونه. اینجاست قرآن امر کرده ولا تحزنو، شما غمگین نباشید. چرا؟ و انتم الاعلون، شما نزد خداوند بسیار اعلا هستین، در درجه بسیار رفیع و بلند دارید. اما یک شرط داره، ان کنتم مؤمنین، اگر شما واقعا مؤمنان خوب باشین. از سوی دیگر ما در جاهای مختلف قرآن کریم میبینیم که به صبر امر شده، واسبیرو، یا گفته که واستعینوا بالصبر والصلاه. همین صبر خودش در حقیقت به ما یک تأمل را میده که اگر مشکل آمد ما خود را نبازیم، صبر داشته باشیم، شکیبایی داشته باشیم، برنامه بسازیم که چی گونه میتونیم از این مشکل خود را رها بکنیم. با چی چیزی ما میتونیم خود را از مشکلات رها بکنیم؟ اگر تمامی ذهنیت های ما منفی باشه، تنها چیزی که ببینیم موانع باشه، به تعبیر ما و شما مثبت اندیشی نداشته باشیم، هرگز ما نمیتونیم که به مشکل خود رای حل را پیدا بکنیم. اما قرآن میگه که شما شکیبایی داشته باشین. ببینین انسان هایی که شکیبایی و صبر و تحمل نداره، اونها بسیار زود خود را گم میکنه در مشکلات، متلاشی میشن به تعبیر برخی ها، از درون بیخی میپاشه. اما اگر یک مشکلی بود، مفهوم صبر در خود زنده کردیم، پاداشی که برای صابران وجود داره و در پهلوی ذهنیت مثبت داشتیم، میتونیم که به نتیجه مطلوبی را برسیم. افزون بر آیاتی که در قرآن کریم وجود داره یا در جای دیگری، لا تحزن، پیامبر به ابوبکر صدیق چی میگه وقتی که مشکل آمده؟ مردم مکه همگی یک جا شده که باید پیامبر صلی الله علیه و سلم را از شهرش دور بکنه، مجبور میشه که هجرت بکنه. در دل سختی ها، در دل چالش ها، پیامبر صلی الله علیه و سلم به رفیق سفر خود میگه لا تحزن، غمگین مباش، ان الله معنا، خداوند با ما هست. ای چی هست؟ ای تعلیم مثبت اندیشی است که پیامبر به شاگرد خود میده. در پهلوی ای ما احادیث دیگری هم داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به جایگاه مثبت اندیشی بسیار زیاد اهمیت داده. ببینین مثلا حدیث بسیار مشهور است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده اگر شما میدیدین که قیامت برپا میشه و در دست کدام شما یک نهالی بود، شما او را غرس بکنید. قیامت چی معنا برپا میشه؟ قیامت به این معنا که امی کائنات، امی هستی، امی زمین، امی سیارات و کهکشان هایی که وجود دارد در هم و بر هم میشه، تمام انسان ها از بین میره. قیامت یعنی چالش، قیامت یعنی یک مشکل، قیامت یعنی که صحنه آخر زمانی هست دیگه. اما پیامبر میگه در دل اینمی مشکل شما امیدتان را از دست ندید. دقیقاً. شما نهالتان را غرس بکنید. جناب استاد، در نخست اشاره داشتین در مورد به شرایط دشوار، توکل به خداوند متعال چقدر میتونه که در حفظ تفکر مثبت به ما کمک بکنه؟ توکل نسبت به الله متعال نخستین عامل هست یا نخستین راه حل است برای منفی نگری
که باز میتونه شما رو به مثبت اندیشی سوق بده. اگر کسی نسبت به الله متعال توکل نداشته باشه، البته مفهوم توکل مثل که در تعالیم دین مبین اسلام آمده، نه طوری که برخی متاسفانه اشتباه او را درک کرده، یعنی مردم را دیده باشین کار نمیکنه، فعالیت نمیکنه، قرار ششته هیچ فعالیتی نداره، زحمتی نمیکشه، باز میگه ما توکل خود را به خدا کردیم. فرد آمد در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم، کسی ازش پرسان کرد، غالبا پیامبر علیه السلام ازش پرسان کرد که شطور را بسته کردی؟ گفت نه، توکل خود را به خدا کردم. گفت اول او را ببند، بعد از توکل به خدا کن. انسان کار بکنه، زحمت بکشه، بگذره باز نتیجهشه که الله متعال امرش چی میکنه. و خداوند متعال میفرماد که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمیکنه. ما که زحمت بکشیم، ما که تلاش بکنیم، خداوند هیچ وقت چنین نمیکنه که پاداش انسان هایی که نیکوکار است. هر عمل خیری را که ما برای خود، اگر درس میخونیم، اگر ما به خاطر رهایی از مشکلات و فقر خانواده خود کار میکنیم، اگر ما برای جامعه خود کار میکنیم، اگر ما برای کشور خود، هر عمل مثبتی را که ما انجام میدیم، ما محسن هستیم، نیکوکار هستیم. خداوند میگه ما پاداش انسان های نیکوکار را ضایع نمیکنیم. و اینجاست که وقتی عمل کردیم، در آخر بگذاریم به خداوند متعال. باز اگر توکل نداشتیم، باز مسئله اینجا خطرناک است. چرا؟ یعنی گویا ایمان ما متزلزل است نسبت به الله متعال. این باز خطر ایمانی را به همراه داره. خداوند گفته که شما توکل داشته باشین که خداوند متوکلین را دوست داره. چقدر زیبا اشاره کردین، کسایی که تلاش نمیکنن، کوشش نمیکنن، بعدن باز توکل به خداوند میکنن، مطمئنن که نتیجه ای را در پی نمی داشته باشه. اول تلاش، اول کوشش، بعدن باز توکل به خداوند، که مطمئنن خداوند وعده کرده که نظر به تلاش و کوششت برات پاداش داده میشه. خب جناب استاد، میشه در مورد تقویت مثبت اندیشی هم چنون اشاره داشته باشین؟ فردی که در وجودش مثبت اندیشی هست، چگونه میتونه این تقویت ببخشه؟ همچنان فردی که در وجودش مثبت اندیشی نهادینه نشده و یا هم نیست، چگونه میتونه که در وجود خود نهادینه بکنه این مثبت اندیشی را؟ در پهلوی اول خو مسئله را که سوال قبلی را که شما کردین، یک بخش از پاسخ همین است. با نسبت به خداوند متعال توکل داشته باشیم. این یک استپ و مرحله آغازین هست برای تقویت مثبت اندیشی در درون ما. چرا؟ به خاطر که توکل نشأت میگیره از ایمان ما. هر کسی که ایمان محکم نسبت به خداوند متعال داشته باشه، ببینیم ایمان هم نقش بسیار قوی در مثبت اندیشی داره. برخی انسان هایی که ایمان قوی ندارن، متاسفانه که باز میبینیم از اونها با انواع از مشکلات شاید دستگیریبان شوه. ایمان و توکل نسبت به الله متعال، این یک گزینه بسیار خوب هست به خاطر تقوی مثبت اندیشی. در پهلوی این یک مورد دیگری هم که وجود داره، فکر میکنم برگردیم یک سخنی از حضرت عمر فاروق رضی الله عنه که میفرماید هرگاه به ما یک مصیبتی بیا، یک مشکلی بیا، با خود چند طرح می داشته باشم که اونمور سرش به نحوی به اصطلاح شما کنترل و مدیریت بکنم. یکی است که اگر امتحان و مصیبت بیای، من میدونم که شکر که در دین من نبوده، یعنی خدای نکرده دیانت ما یا آخرت ما زیر سوال نبرده باشه. بعض وقتا امتحان های میه، امتحان ها مختلف از دینی هست، دنیاوی هست، امتحان های بسیار سخت است، امتحان های خرد است. یک نویش اینمی است که انسان بگوید که شکر که امتحان خیلی کلان نبوده. برخی گزینه های دیگری وجود داره که انسان او را در ذهن خود اگر زنده بکنه، شاید بتونه که بسیار مثبت اندیش شوه. مثلا ببینین یک انسان را میبینیم که فقیر هست یا وظیفه خود را از دست داده، او باید امرای خود فکر بکنه که اگر ما فعلا وظیفه خود را از دست دادیم، انسان‌های هستند که به مراتب در امتحان‌های دشوار قرار گرفتن، ما در اونمو امتحان‌ها فعلا قرار ندارم، پس نباید ما اینجا بله و میتونیم از این مشکل خود انشالله ما رهایی پیدا بکنم. من یک مثال را به شما اینجا شریک میکنم. ما با برخی از دوستای خود میریم به یک تفریح، میریم به یک سیاحت، میریم در یکی از تفریحگاه ها، در یکی از ولایت ها، میبینیم که بسیار ساعت ما تیر است و بسیار از فضای خود استفاده میکنیم. در اخیر یک اشتباه اندک یا از رفیق خود میبینیم یا یک اشتباه اندکی را در سفر میبینیم، به خاطر یک اشتباه اندک تمامی اون مخاطرات خوب ما ضرب صفر میشه. این خودش نشأت گرفته از ذهنیت منفی هست. باید ما تمرکز اصلی ما سری یک فضای کلانه باشه که فضای مثبت هست و ما به تفریح رفتیم و ما اونجا استفاده کردیم. بنابراین باید در ذهن ما باشه هرگاه ما با یک مشکل مواجه شدیم، بفهمیم که انسان‌هایی هستن که به مراتب مشکلات زیاد داره، ولی تانستن راه حل به مشکل خود پیدا بکنن. انسانی که اما یک قصه بسیار مشهوری هم است، میگه رفتم کفشم کهنه بود، در راه کس ردم او پای نداشت، حالت خود شکر کردم. او کسی که پای داشت، او یک کسی دیگر را دیده بود که دو پای نداشت. بنابراین وضعیت مختلف است. ما اکثرا وقتی که رقابت ها ناسالم شود،
رقابت ها ناسالم شود. اینجاست که انسان بعض وقتا شاید مثبت اندیشی نداشته باشه. یک نقطه اخیر میخوام اشاره بکنم که بسیار مهم است. بفرمایید. محیط و اطراف بسیار تاثیر داره. اگر محیط ما دوستان باشه، محیط ما یا در خانواده کسانی باشند که جز منفی نگری و جز صحبت ها و سخنان منفی چیزی از اونها صادر نمیشه، این میتونه بالای کاراکتر و مثبت اندیشی انسان تاثیر بکنه. خوب هست ما حول خود را، دوستان خود را کسای انتخاب بکنیم که آنها هم ذهنیت مثبت داره و حرفای منفی را در ذهن ما همیشه تلقین نمیکنه. سلامت باشین، تشکر از اینکه به برنامه ما تشریف آوردین. حرف حدیث اخیری مانده باشه که امروز در خدمت شما هست. بسیار تشکر از شما، از دعوت شما، و فقط میخوام به برادرای خود، به خواهرای خود امی سخن را میخوام دوباره یادآوری بکنم که سختی ها فانی هستند و سرسختان باقی هستند. مشکلات میآیه میگذره، زندگی با یک منوال نیست، گاهی بلندی گاهی پستی. همین مهم است که ما شما روحی خود را از دست ندیم و نسبت به خداوند توکل داشته باشیم، زحمت بکشیم، تلاش بکنیم، ان شاء الله که به مو اهداف زندگی خود برسیم. قربان شما، سلامت باشید. بسیار تشکر. خب دوستان عزیز، تفکر عنصر اساسی و اصلی است که مسیر زندگی ما را مشخص می‌سازه. واسه چقدر احسن و زیبا هست که ما مثبت بیندیشیم تا زندگی ما مثبت باشه. دوستان عزیز، فراموش ما نشه که حادثه ها در حقیقت اسم یا نام نمی داشته باشه. این تفکر ما هست و این طرز دید ما هست که به حادثه ها نام میده. چقدر خوب است که ما همواره در زندگی خود مثبت بیندیشیم و مثبت باشیم. دوستان عزیز، در حال حاضر بسیط تصویری در مورد هوای گرم است. حالا که هوا گرم شده، میریم معلومات مفیدی را که در بسته تصویری جمع آوری کردیم با شما شریک می سازیم. پس از میان برنامه کوتاه با برنامه خودتان، برنامه گلبانگ باشید. اسرار و خطرات گرمی هوا در فصل تابستان با تابش آفتاب و افزایش حرارت، خطرات هوای گرم بیشتر می شود، در حالی که تابستان فعالیت‌های خارج از منزل را به همراه دارد، خطرات برای سلامتی افراد نیز دارد که این می تواند خطرات برای سلامتی افراد نیز داشته باشد. به ویژه زمانی که دمای حرارت به سطح شدید افزایش پیدا می کند، با گرم شدن آب و هوا، انجام اقدامات احتیاطی در برابر آفتاب می تواند این خطرات را کاهش دهد. قرار گرفتن طولانی مدت در هوای گرم سبب گرمازدگی می شود که گرمازدگی یک وضعیت تهدید کننده سلامتی است و علائم آن شامل سرگیجی، سریع شدن ضربان قلب و از دست دادن هوش می گردد و باعث ابتلای فرد به بیماری های گوناگون می شود. برای فعالیت های خارج از منزل برنامه ریزی کنید. فعالیت روزانه تان را برای صبح زود یا اواخر عصر که هوا سردتر هست تنظیم کنید. لباس های مناسب، کم وزن و سفید رنگ را استفاده کنید تا نور آفتاب کمتر به بدنتان جذب گردد. در طول روز کوشش کنید بیشتر آب بنوشید، حتی زمانی که زیاد احساس تشنگی نمی کنید. اگر فعالیت های بیرونی دارید، بکوشید از عینک های آفتابی استفاده کنید تا آسیب کمتر برایتان وارد شود. سلامون اونی که هیلی می اومانه گران دوستان به هم تاسو ته خرغلاست و ما هم درنګه په خپل برخه کې قرار لرم چې زما د نن میلمه یا هم د دې برخه میلمه اغلی صالحه محمدی دکلماتور ده، یو پیاوړی دکلماتور ده. راځي چې ډیر خبرې له دوی سره ولرو. سلام صبحتان بخیر، خوش آمدی خانم فاطمه. خوب هستی؟ سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشین. تشکر، سلامت باشین. زنده و سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. خیلی خوشحال شدیم از اینکه مهمان برنامه امروز ما هستین. در نخست میخوایم یک معرفی کوتاه از شما داشته باشیم، پس بفرمایید. صالحه محمدی، صالحه البته. بله، صالحه محمدی هستم، باشنده کابل. بسیار خوب، خیلی خوشحال شدیم. بیاین که در مورد هنر دکلمه البته صحبت بکنیم، هنر شعر و شاعری صحبت بکنیم. تعریف شما از هنر و شعر و شاعری چی است؟
خب قسم که است دکلمک است یکی از شیرین ترین زبان هایی است که یعنی احساسات بیان میکنه بین مردم بله. و امی دکلمک است که غم و شادی و عشق و خندان همه کنا کسته در همه دکلمک است خلاصه یک معجون خاصی هست که یعنی احساسات بین دو طرف بیان میکنه بسیار خوب پس یک دکلمه زیبا از زبان شما میشنویم مهربانی به نام خدایی که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید شامگاهی در رهی بودم روان تن روان و دل به فکر آبونان آها. من نمیدانم چنان شد یا چنین پای من لغزید و خوردم بر زمین رهنورد مهربان سویم دوید دست او تا زیر بازویم رسید بیخ گوشم گفت لنگی یا که مست وارسی کن ببین کجاهایت شکست گفتمش نه مستم و نه علیل افتادم و خود نمیدانم دلیل بسه. یا گنه از کفش یا تقصیر ز پای دست من بگیر تا خیزم ز جای دست من بگرفت با دست دیگر کیسه ام میجست تا یابد مگر من به این فکر که او مرد خداست او در این سودا که جیبم در کجاست ای دریغ از فکر خام آدمی گریه کردم بر مقام آدمی آها. خب این شعر از شاعر رازق فانی است که زادگاهشان از افغانستان هست بسیار خوب افغانی هستن بله آها بسیار خوب خیلی مقبول اجرا کردین بسیار زاد تشکر میکنم سلامت چگونه انتخاب کردین که شما باید یک دکلماتور باشین از آوان کودکی دوست داشتین و یا بعدا علاقه مند شدین خب بله وقتی که یعنی ما شاعرای زیاد را که میدیدیم و واقعا یعنی دکلماتورا رو میدیدیم که به گونه شعر را ارائه میکردن که واقعا خیلی خوش آدم میامد بعد من هم وقتی که اونا را دیدم تصمیم گرفتم که واقعا این کس درسته هر کسی یکی نویسنده است یکی شاعر است یکی یک چیز است یعنی هر کسی یک شغل خاص خود داره ولی می به نظر من دکلماتوری بسیار خاص بود برای من و واقعا که این از حتی گفته شما از کودکی هم بود که ما عاشق امید دکلمه بودم و بسیار زیاد همه وقت هم شعر حفظ داشتم و هی با خود میگفتم تایی که بعد با نهاد بال هما آشنا شدیم و اونا با ما دکلمه تدریس کردن و ما بسیار از اونا قدردان هستیم که در این شرایط فعلی به ما کمک کردن تا که ما به اینجا برسیم بسیار خوب انشاءالله که میشه موفق ببانید انشاءالله از نوشته هایتان بگوید گاه گاه شما شعر را می نویسین یا خیر؟ خب خیر دیگه ما که بله شعر زیاد میخوانیم و البته که شعر نویسن یعنی که وقتی بخوایم بنویسیم بسیار سخت ثقیل است چون بله. اونا کار هر کسی نیست و ما معنی کسان هم میگیریم که خیلی از بزرگان هستن و اینی ادبیات فارسیشون بسیار هم قوی هستن میتوانن شعر بنویسن و من این آرزو را دارم که حتما انشاءالله شد میرسم انشاءالله و این میخواییم که بعد از اینکه یک دکلماتور خوب موفق شدم با شاعر امی که شعر بنویسم هم شروع کنم بسیار عالی ما به این باور هستم زمانی که ما دکلمه میکنیم یک شعر که خودم انتخاب میکنیم بله. و به مو دل ما میباشه هر آن مشکل هر آن راز و نیازی که در دل ما داریم با دکلمه همون شعر تمامش از بین میره بله دقیقا در زندگی شما چی نقش داشته؟ واقعا که من گاهی اوقات که خسته یا تنها یا که خب آدمی است دیگه یعنی گاهی اوقات زیاد آدم تنها میشه یا که از بعضی از اینکه خب امروز ما هم که در خانه هستیم دیگه باید خبر هستیم و اینکه خب آدم وقت دلگیر میشه واقعا وقتی شعر بخونه او هم از ته دلش واقعا او یک احساس بسیار خوبی به آدم میده اینه ما وقتی که خسته باشم یا که اینه بسیار غمگین ناراحت اینا باشم وقت شعر بخونم واقعا که انگار دلم خالی شد دیگه واقعا باز پر احساس هم میخونه وقتی که دوچار مشکلات باشی که بله هیچ بله. کس نباشه همراهش راز دل داشته باشی بله. و یگانه دوست صمیمی تمو کتابچه و قلم باشه در اون صورت بسیار میتونی که پر از احساس و پر از درد بخوانی بله. یکی از شعرهایی که خودت انتخاب کردی و به مدلت خوانده باشی و دکلمه کرده باشی بر ما بگو خب او یک شعر هست و که شاید به شرایط امروزی بر بخوره آها حالا هست نزدتون؟ خیر خب اگر بخوایم یک دکلمه دیگه از شما بشنویم آماده هستین؟ خب بسیار خوب
آماده شد باشم. بله درست است، ما هم منتظر هستیم که از کدام شاعر است و چگونک شعر انتخاب کردیم. معمولا چه قسم شعر را انتخاب میکنین شما؟ خب معمولا شعرهایی که یعنی شعرهای جدید بیشتر دوست دارین منظورم؟ بله قسم هم هستم و شعرهایی که یعنی به کسی هم نبر بخورم و نه شعرهای ساده باشه و پرمفهوم باشه. درست است. آماده است شعری که دخول ما میکنین؟ نه بچه ببینیم. بسیار خوب. من نه تاجیکم نه پشتون نی هزاره نیز ترکم، نیز ازبک نی بلوچم نیز ایماق سترگم. من به مذهب نیز سنی نیز شیعه نیز سیکم، نی درنگم نی دروغم نی فسادم نی شریکم، نی شمالی نی جنوبی نیز غربم نیز شرقم، نیز کوی فتنه پیشان نی پی تشویق فرقم. نی به فکر جنگ لفظم نی به فکر تهمت و شر، نی زرندوزم نی نوکر نی کلاه فتنه بر سر. خطه ام افغانستان است خاک آن از من سراسر، ما همه افغان و افغان سر به سر با هم برابر. رود و دریایت خروشان کوهسارت با جلالند، فصلهایت بی نظیر و مردمانت با کمالند. چقدر زیبا، چقدر مقبول. به به واقعا که یک شعر خیلی زیبا را انتخاب کرده بودیم و من همیشه شعر بسیار زیاد دوست دارم که معمولا با خود زمزم همی کنم. خیلی زیبا، خیلی مقبول. خب کیها شما را در این عرصه همکاری کردند که در انتخاب شعرهایتان، در انتخاب دکلمیتان؟ خب همش که خودم هستم دیگه، چون که زیاد دنبال شعر هستم و از هر شاعر. عکس العمل خانواده در مقابل شما چگونه است؟ تشویق میکنم؟ بله تشویق صد به صد تشویق میکنم و اینکه همه خانواده ها که در پای تحصیل و علم دانش فرزندانش هسته، هر خانواده ای در فکر آینده فرزندش هسته و من بسیار زیاد از پدر و مادرم در این بسیار قدردان هستم، به خاطر در این شرایط فعلی شاید بعض مردم از مالی شرایط مالی و اقتصادی اینا خوب نباشه، ولی من هیچ کمکاسی از پدر و مادر خود ندیدم و تا حدی که توانشان بودن واقعا برای ما بسیار زحمت کشیده و از هر چیزی هیچ ما یعنی کمبودی نداشتیم و هر نیاز ما را پوره کرده. بسیار عالی، بسیار خوب، خوشبخت هستین. نزد من یک تقدیرنامه هست، میخوام که روی ازی صحبت بکنین که دوستای ما هم ببینن. فکر میکنم ایران در عرصه دیپلم گرفتین. بله. از کجا گرفتین و کم معلومات بدین؟ خب تقدیرنامه ماست به خاطر که من وقتی که مکتبا اینا بسته شده بود با یک نهاد آشنا شدم، اسمش بال هما بود، که اونا خب مرکز داشتن که هرچی تدریس میکردن. آها. و اینا هم کسته از اونجا ما وقتی که آشنا شدم که اونا دکلمت درس میدن و موقعا بسیار خوشحال شدم. گفتم که بسیار خوب است، ما وقتی هم که بتوانم یک قسم دکلمت رو بخوانم بسیار خوشحال شدم. آها. بعد اینا هم یک از خوشحال شدم که یک از شاگردانشان شدم و وقتی که تمام کردم امتحانشان دادم و اینا، بعد اینا لطف کردن و به ما تقدیم نامه دادن. بالاخره اشتراک کردین و موفق شدین. بله انشاءالله. چقدر عالیه، میشه انشاءالله موفق باشین. جهان سپاس که آمدین به برنامه، دعوت ما رو پذیرفتین. اگر حرف و پیام دارین کمره در خدمت است بفرمایین. خب پیام خاصی هم که ندارم، ولی به تمام جهانم که خب میبینه و بیننده است میخواییم یک شعر بخونم و پایان بتم. اول و پایان هر شعری خداست، او فقط سلطان و شعر و واژه هاست. خب امی که هیچ وقت ما از هدف ما دست نکشیم و از چیزی که آرزو داریم از ته دلمان میخوایم برایش پشت کار داشته باشیم، کوشش کنیم، تلاش کنیم و هیچ چیز در دنیا ناممکن نیست و انشالله که هر کسی یک آرزوی داره و انشالله به آرزوهایشون برسه. و امی این پایان آخرین بود و دیگر حرفی ندارم. بازم تشکر شما که پذیرفتین و حرفای ما را گوش کردیم. جهان سپاس، ممنون از شما. همچنان از شما جهان سپاس. الهی آدم های خوبی را سر راه من قرار بده. الهی روزگار بقیم را به تو می سپارم و تو متوجه آن باش. عزیزان دل، آهسته سر رسیدیم به بخش اخیر برنامه و من هم ناگزیر هستم با شما خداحافظی بکنم و فراموش نکنم که تشکری می کنم از محبزاده سنتر، واقع پل سرخ، دریا سر، منزل دوم، بابتی که لباس های ما و همکار ما در برنامه تهیه میکنن. همچنان فراموش نکنین شماره واتساپ برنامه ما برای اسکرین های شما هست، میتونین که تماس بگیرین. مهمانای عزیز و فوق العاده اگر دارین به ما دعوت بکنین، معرفی بکنین که ما دعوت بکنیم به برنامه. نظریات اگر دارین پس با ما شریک بسازین، تصویرای زیبا اگر دارین برای ما روان بکنین بفرستین تا که ما در برنامه نشر بکنیم.
پس عزیزان دل تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپارم و فراموش نکنید که امروز روز چپ دستان هست. برشان تبریک میگم و یک بسته تصویری زیبا هم آماده ساختیم با هم یکجا تماشا میکنیم. تا برنامه بعدی بدرود. چپ دستی نبوغ فکری است، نه ضعف. امروز 13 اگست مطابق است با روز جهانی چپ دست ها. این روز یادآور آن است که تنوع را باید در تمام اشکال پذیرفت. با وجود آن که چپ دست ها چالش های متعدد را در دنیای راست دستان متحمل می شوند، اما باز هم در زمینه های مختلف نیز سهم ارزنده ای داشتند و ثابت کردند که راست دست بودند یا چپ دست بودند تعیین کننده معیار برتری و خلاقیت نیست. جالب است بدانید که دانشمندان بر این باورند که چپ دست ها ویژگی های منحصر به فرد دارند. چپ دست ها می توانند از هر دو نیمکره مغز خود به خوبی استفاده کنند. مهارت های کافی در زمینه های هنری، علمی و خلاقیت دارند. این اقلیت باهوش و خلاق اتفاقات بزرگ را در طول تاریخ رقم زدند و به نوع مسیر تاریخ را عوض کردند. افراد از جمله باراک اوباما، ارسطو، افلاطون، مارک زاکربرگ، چارلی چاپلین، مهاتما گاندی، آلبرت اینشتین، اسحاق نیوتن و شماره دیگر. چپ دستی به معنای گرایش افراد برای انجام فعالیت با دست چپ است و در مورد نبوغ فکری و ویژگی های این افراد دیدگاه های متفاوت وجود دارد، اما تا حال به طور موثق هیچ یکی از این دیدگاه ها تایید نشده است. چپ دست ها عزیزان که قلمشان به قلبشان نزدیک است. بله دوستان عزیز، دوباره برگشتیم و در خدمت شما هستیم. امیدوار هستم که از داشته های برنامه دوستان عزیز مستفید شده باشین و در این قسمت از برنامه همچنان من مهماندار هستم که خوشبختانه نقیب الله شهابی در برنامه با ما حضور پیدا کردن که ایشان فعال اجتماعی هستن و قرار صحبت بکنیم مرتبط به صفات ذاتی و اکتسابی انسان. سلام و صبح شما بخیر، خیلی به برنامه خوش آمدین شهابی سر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما، همکاران شما و تمام عزیزان و بینندگانی که همین اکنون برنامه زیبای شما را بیننده هستند. قربان شما، سلامت باشین. شما صبح را چگونه آغاز کردین؟ صبح را کاملا با انرژی، نشاط، پر از شوق و اشتیاق آغاز کردیم که الحمدلله تا این لحظه خوشحالیم و خدا کنه که تا آخرین لحظات امروز و زندگی خوشحال باشیم. سلامت انشالله من باشیم. تشکر. امیدوار به این هستم که روز ما که با خوبی آغاز شده پایان شما تو خیلی خوب و عالی باشه. میشه در مورد صفات ذاتی و اکتسابی اشاره داشته باشین که چه هست و این صفات چگونه میتونه که در زندگی روزمره ما تاثیر داشته باشه؟ بله، خداوند در روی زمین یک موجود را خلق کرده عمودی. بله، که این عمودیت کاملا تفاوتی خلقت انسان را نسبت به هزارها مخلوق دیگر نشان میده و ثابت میکنه. خداوند جل جلاله به این انسان، این مخلوق عمودی، صفاتی را داده است که ما در مورد صفات ذاتی و اکتسابی. صفات اکتسابی صفاتی است که با کوشش، با خواندن، با شنیدن، با دیدن، با نشستن با افراد چون شما، با سفر کردن و دیگر مورد زندگی اونها را کسب میکنیم. نمونتاً علم، اخلاق، ادب و و و و صفات ذاتی انسان که همون جایگاه انسان، ارزش انسان، منزلت انسان را تعیین میکند، موارد زیادی است که خداوند برای انسان داده، به این مخلوق زیبا. ولی آن چیزی که ما مطالعه کردیم، آن چیزی که ما جمع‌آوری کردیم، 5 نکته یا 5 مورد از جمله نکات خیلی ناب و علایده هست. اولین صفت خداوند در آیه هم می‌فرماید، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد کرمنا
بنی آدم. ما کرامت دادیم بنی آدم را، یعنی فرزند آدم را. چگونه کرامتی؟ کرامت چیست؟ این کرامت موردی است، نکته است که ارزش ما را، منزلت ما را، مقام ما را، شایستگی ما را در روی زمین در نزد مخلوقات و سایر مخلوقات، در آسمان ها در نزد فرشتگان، ملائکه و خود خداوند ثابت می سازد. واژه مخالف کرامت چیست؟ ذلت است، حقارت است، خاری است. پس اگر انسان ارزش و جایگاه خودش را نفهمد، دچار حقارت، خاری و پستی می گردد. دومین صفتی که خداوند جل جلاله به این مخلوق زیبا داده است و نیز این خلقت را و این صفتی که برای انسان داده و خداوند این خلاقیت خود را بر رخ دیگر مخلوقاتش از جمله فرشتگان و ملائکه می کشد، این چیه؟ زیبایی است. یعنی خداوند زیبایی داده برای انسان. ما در بهترین صورت خلق شدیم، در بهترین حالت خلق شدیم، تنها موجودی هستیم که عمودی خلق شدیم. این خیلی مهمه و قابل توجه. ببخشید شما صاحب، میشه که کوتاه کوتاه اشاره داشته باشین؟ وقت برنامه ما محدود هست که پرسش و نوبت از شما باشد، نوبت کوتاه‌تر انشاءالله. پس این خداوند این زیبایی را به رخ دیگر میکشد، این چشمانی زیبا، این روی زیبا، موی زیبا، شکر نیاز دارد و نهایت سپاسگزاری از خداوند. سومین صفت ذاتی که خداوند بر اینها داده، هدف خلقت دیگر موجودات، یعنی انسان، موجودات دیگر، نباتات، حیوانات، گیاه، درخت، هر چی که در زمین و آسمان می‌بینیم به خاطر انسان خلق شده. سلامت باشین. تشکر. عواملی که در شکل گیری صفات اکتسابی و ذاتی نقش داره چی هست؟ بدون شک هر عامل موردهای زیادی هست. ما از طریق علم، از طریق تقوا، از طریق موارد دیگری که خداوند برای ما گفته، بزرگان برای ما گفتن، علما گفتن، ما می‌توانیم چیکار بکنیم؟ این موردها چه صفات ذاتی است و چه صفات اکتسابی است، اونها را رشد بدیم. دقیقاً صفات ذاتی و اکتسابی هر دو قابل رشد هستن و که صفات ذاتی و اکتسابی هر دو تا میتونه. خود همو خلیفت اللهی، یعنی همو یعنی که ما خلیفه خدا در روی زمین هستیم، بله. با جایگاه خدا، بله. اشاره داشتین که قابل رشد است. چگونه ما میتونیم که صفات اکتسابی و صفات ذاتی خود را رشد بدیم؟ دقیقاً اگر وقت صفات اکتسابی مثلا علم باشه، ما با خواندن، نوشتن، با دانشگاه رفتن، مکتب رفتن، میتونیم اونا رو بیاموزیم و یاد بگیریم. و وقتی که ما علم داشته باشیم، خداشناسی برسیم، به خودشناسی برسیم، همون جایگاه و منزلت خود را میدانیم. سلامت باشید. ان شاء الله ما حتما در برنامه بعدی شما را میداشته باشیم و صحبت میداشته باشیم روی موضوعات مختلف، چون وقت برنامه ما محدود هست، کم است، ما ناگزیر هستیم که پیام خودت داشته باشیم و خداحافظی. سلامت باشین. تشکر از شما، تشکر از اینکه دعوت کردیم. ان شاء الله که همیشه و سلامت باشین. تشکر از قربان شما. سلامت باشین. تشکر. هموطنان عزیز، تشکر از اینکه بیننده برنامه خودتان، برنامه گلبانگ بودین تا این دم. و فراموش نشه که مهمانان مجله صبح همچنان با شما به معرفی بگیریم که زلمی افغانیار و ولی فروزان که آگاهان امور سیاسی هستن، حتما بیننده باشین تا برنامه دیگر که بازم در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به خداوند یکتا و منان امانت می‌سپارم.